خورسندی هم مجنون را به خانه بر نمی گرداند. زنی که در مشروطه سفیه بود از آسمان منتظر هنوز آویزان است. با درود به شما عزیزان، همونطور که می دانید شنبه آینده 8 مارس روز جهانی زن است. من این روز را به تمام شما زنان جهان تبریک عرض می کنم و آرزو می کنم روزی زنان جهان از جمله ایران به آزادی دست یابند. و اما برنامه امروز ما، نخست گزارشی داریم از برنامه فرهنگی کتابخانه ایرانیان که خانم سهیلا میرزایی کتاب شعر خود را معرفی می کند. سپس موزیک ویدیو خواهیم داشت و آنگاه به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن تاریخچه کوتاهی از این روز را به اطلاع شما می رسانیم. پایان بخش برنامه ها گزیده هایی از اخبار سیاسی ایران و جهان خواهد بود. به امید دیدار تا برنامه آینده. و نقد شعرهای ایشون هست توسط خانم سرور صاحبی. سپس آقای محمود رمضانی با نوای تار خودشون فضای زیبایی رو برامون می‌آفرینن. آقای محمود رمضانی در سال 1357 در خانواده هنرمند در شهرستان قائمشهر در مازندران به دنیا آمد و موزیک را ابتدا نزد برادران خود فرا گرفت که همگی از موزیسین‌های معروف مازندران هستند. از سال 1357 ستار رو به صورت حرفه‌ای نزد استاد جلال ذوالفنون آغاز کرد. ایشان آهنگساز و نوازنده هستند و چندین آلبوم مثل بهار بارش و فلات ایران زمین و آلبوم‌های دیگه‌ای منتشر کردند. از سال 2006 در برلین اقامت دارند. آهنگ‌های برای آلبوم تبار عاشقان بر روی اشعار زندانیان سیاسی و آلبوم راز عشق ساختند. لطفاً موبایلتون هم در حالت بی صدا بذارید. ممنون. از شهر کلن امروز مهمان ما هستند. سهیلا میرزایی شاعر، کوهنورد و سنگنورد
کتاب شعر خودشون رو با نام میافتم از دستم رو معرفی میکنن و شعرهایی رو برامون میخونن. این سومین مجموعه شعرشون هست. نخستین مجموعه اشعارشون یک سین جا ماندم سال 1377 در ایران به چاپ رسیده و دومینش میچکا غیرقانونی میخواند سال 2006 در آلمان چاپ شده. مجموعه شعری که امروز معرفی میکنن در سال 2013 توسط نشر آیدا در بخوم آلمان به چاپ رسیده. سهیلا در شهر ارومیه به دنیا آمده، تحصیلاتش رو در رشته روانشناسی بالینی در دانشگاه رودهم به پایان رسونده. به گفته خودش، پایه اصلی زندگی من بر دو بخش ادبی و ورزشی استواره. سرودن شعر به زبان مادریش ترکی اونو به خودش مشغول کرده. از سال 2002 تا کنون مسئولیت بخش ادبی نشریه آوای زن رو به عهده داره. این نشریه در سوئد به چاپ میرسه. از سال 2009 تا کنون به عنوان روزنامه نگار با سایت شهرزاد نیوز همکاری میکنه که اغلب به مصاحبه با هنرمندان و زنان موفق ورزشکار خصوصا سنگنوردان و کوهنوردان میپردازه. همچنین گزارشات و مصاحبه هایی هم با فعالین جنبش زن و همجنسگراها انجام دادن. پاره ای از شعراشون به آلمانی ترجمه شده. در میان برنامهشون طاهره اصغری و همراه یکی از شعرهای سهیلا یه آسترو تنسی هم برامون اجرا میکنن و ازش رو خواهش میکنم که تشریف بیارن. سلام و تشکر از وقتی که برای جلسه امشب گذاشتید و امیدوارم این شب شعر و شور حس پیوندی بین ما ایجاد بکنه و خاطره خوب بشه. و من اینجا از فعالین همایش زنان ایرانی تشکر میکنم که این فرصت رو به من دادن تا مجموعه سوم خودم، مجموعه شعر سوم خودم رو میافتم از دستم معرفی کنم. پیش از این ناشرم عباس قیایی اولین جلسه معرفی کتابم رو توی بخون برگزار کردن و مسعود کریم خانی با تخلص روزباهان نقدی روی مجموعه داشتن و دومین معرفی هم توسط بخشی از فعالین جنبش زنان کلن برگزار شد که شاعر و منتقد مسعود کریم خانی و پگاه احمدی شاعر و منتقد نگاهی به این مجموعه داشتن و اکنون به همت زنان همایش و نقد سرور صاحبی عزیزم سومی رونمایی کتابم رو معرفی میشه. من فقط اینجا یه نکته‌ای رو بگم، ایشون از طریق همایش دعوت نشدن، از طریق کتابخانه ایرانیان. من یکی از طریق کتابخانه ایرانیان کار داشتم. ایشون از طریق کتابخانه ایرانیان کارگاه دعوت شد. اولین شعری که میخوام اینجا بخونم به یاد برادرم میخونم که 23 دسامبر به دلیل بیماری درگذشت. ببخشید اول شعر خونم. برای برادرم اکبر که کودکی نکرد. اسم شعر هست درختی که نشان چکمه های پدر را دارد. سهم من و تو آسمانی است که دو نیمه مان کرده است. چکمه های پدر رفتند هنوز، ما در جدول های بی خانه پی پرسش می گردیم. بی مقدمه می خندید. شر کودکی با طعم کهنه کاغذ مطحون شده است. که من پرید رنگ از تو بپرسم رگها از کجای قلبت عبور می کنند، تو بگویی از شاهراه فقر و پریشانی. روزها شماره انداختند روی پیشانیت، چکمه ها در گرد سال ها گم شده اند. هنوز باید در دست ها و دهان دیگران رگهایت را گرد گیری کنم، به شرطی که باز بخندی. چشم هایم مال تو، تا
در سرعت کوچه های کودکی خودت را ببینی. حالا چشمهایت را میخواهم. این شعر رو 2006 سرودم، زمانی که از بیماریشون مبتلا شدم. من فکر کردم که شاید بد نباشه یه نگاه گذرایی به دو مجموعه قبلیم داشته باشیم. از هر کدوم از کتاب اولم یک سینه جا ماندم، یه شعری رو انتخاب کردم. همین اسم کتابو داره، یک سینه جا ماندم. بیرون از تمام واژه ها پرتاب شده ای تمام سینه ها را و میبخشی به هرچه حروف دیگر است. من سینه پهن شده در بی نهایت الفبا هستم. تنها پشتکاری کم دارم که سین را آشتی دهد بی دندانه هایش. من سینم را به هزاران واژه باخته ام که تو پود کردی دندانه هایش را. با سینم از دانشگاه های دنیا فارغ التحصیل می شدم. خورده ام یک چایی با یک حب شعر. یک سینه جا مانده ام، جا مانده ام، مانده ام، جا ام. دندانه هایم در تمام الف با گیر کرده است گیر. من از واژه های سیاه دنیا سین خودم را انتخاب کرده بودم و از دوشترین حروف. از کتاب دومم میخا غیرقانونی میخواند، شعر اسم ندارم ولی به زوزنقه معروفه دیگه. زنی شبیه زوزنقم، تکثیر و هی تکثیر میشوم. گوشیم در پنهانکاری های تو پناه میگیرد، گوشه دیگر از لاس شبانه باز میگردد. گوشه ای هم گوشه گیری میکند، هی میخواهد بگوید بیهودم بیهوده ای. گوشه دیگرم قه قه میخندد و میگوید بیخیال همه. گوشه دیگر کمیان طرفتر راستی ساده است و هی میگوید دیر است زود باش. و من هول هول میبلعم، همه چیز را میبلعم. گوشه هایم که سخت شبیه من هستند همیشه هم گوشه های زوزنقه نیستم. گاهی به مربع میمانم و در آن چارتا خفه میشوم. گوشه هایم که به جان هم میافتند قی میکنم و برای ناتوانیم دلم میلرزد. سهیلا عزیز، با تشکر از شرکت علاقمندان به شعر، قرار نبود من امروز اینجا باشم، گرچه ما توی برنامه داشتیم که امشب من برنامه اجرا بکنم، به خاطر اینکه من از 10 روز پیش سرما خوردم و من از 6 ماه پیش به سهیلا عزیز قول داده بودم که امشب میرقصم. خلاصه روی این موضوع، روی یکی از شعراش، من روز و شب کار میکردم. بعد خیلی دلم سوخت شب که بگم نه من نمیام. Thank you.
28 مارس روز جهانی زن رو به شما عزیزان تبریک میگم. تاریخچه 8 مارس روز جهانی زن. تاریخ روز جهانی زن همزمان تاریخ مبارزه سیاسی و اجتماعی علیه تبعیض است. این روز روز همبستگی برای مبارزه در راه برابری حقوق و شرایط بهتر کاری و زندگی زنان است. انتخاب تاریخ روز 8 ماه مارس به عنوان روز جهانی زن به خاطره مبارزه زنان کارگر نساجی در سال 1857 در شهر نیویورک آمریکا برمی‌گردد. در این روز کارگران نساجی زن در یک کارخانه بزرگ پوشاک برای اعتراض علیه شرایط بسیار سخت کاری و وضعیت اقتصادیشان دست به اعتصاب زدند. خاطره این اعتصاب برای کارگران نساجی باقی ماند. نارضایتی عمومی از این شرایط برای زنان کارگر ادامه داشت. در 8 مارس سال 1908 بعد از گذشت بیش از 50 سال کارگران زن کارخانه نساجی کتان در شهر نیویورک با خاطره اعتصاب در این روز به دلیل تبعیض و محرومیت و فشار زیاد کار در مقابل حقوق بسیار کم اعتصاب خود را شروع کردند. صاحب این کارخانه به همراه نگهبانان برای جلوگیری از همبستگی کارگران دیگر بخش‌ها با اعتصاب و سرایت آن به بخش‌های دیگر این زنان را در محل کار خود محبوس کردند. به دلایل ناشناخته‌ای آتش در کارخانه در گرفت و فقط تعداد کمی از کارگران زن محبوس توانستند خود را نجات دهند. 129 کارگر زن در آتش سوختند. روز 8 ماه مارس بر پایه سنتی مبارزه کارگران زن علیه شرایط سخت کاریشان در خاطره ها ماند. در سالهای بعد در کشورهای مختلف اروپایی و آمریکا مبارزه زنان به شکل تظاهرات و اعتصاب کاری علیه فشار، تبعیض و استثمار کاری و همینطور برای داشتن برابری حقوق در اجتماع و علیه جنگ ادامه پیدا کرد. از جمله یکی از مهمترین مدافعان حقوق زنان در کشور آلمان، خانم کلارا زتکین 1857 تا 1933 خواستهای مبارزان زن در آلمان را مبنی بر 8 ساعت کار در روز برای زنان، همینطور حق داشتن تعطیلات و مرخصی زایمان و برابری حقوق در مقابل قانون مطرح کرد. در اروپا دومین کنفرانس سوسیالیستی بین‌المللی زنان که در آن 100 شرکت کننده از 17 کشور جهان شرکت داشتند، به پیشنهاد کلارا زتکین در 27 آگوست سال 1910 در کوپنهاگ روز 8 ماه مارس به عنوان روز زن و برای دفاع از حقوق آنان در مقابل تبعیضات مختلف و چند جانبه برگزیده شد. اولین روز جهانی زن در ماه مارس 1911 در دانمارک، آلمان، اتریش، سوئیس و آمریکا برگزار شد. میلیون‌ها زن در برگزاری این روز شرکت کردند. خواستای اساسی زنان عبارت بود از قوانین حمایت کننده کار برای زنان، حق رأی و شرکت در انتخابات، علیه جنگ‌های امپریالیستی، برابری مزد با مردان در مقابل کار مساوی، 8 ساعت کار در روز، حمایت از مادر و کودک، تعیین حداقل مزد. در سالهای 80 بود که در این کشورها روز 8 مارس باز هم اهمیت و معنی خاصی پیدا کرد. دوباره موضوعاتی مانند برابری حقوق زنان در تمام عرصه‌های زندگی، حق سقط جنین، رفع تبعیض در زندگی خانوادگی و حمایت از مادران در دوران حاملگی و بعد از زایمان مورد توجه قرار گرفتند. یکی از نقاط اوج این اعتراضات در سال 1994 روز اعتصاب زنان بود که بیش از 1 میلیون زن در سراسر آلمان علیه تبعیض و نابرابری در حقوق زنان در آن شرکت کردند. امروزه بزرگداشت این روز تقریبا تمامی کشورها به عنوان روز اعتراض عمومی
به اجحاف و فشار بر روی زنان و همچنین تجلیل از کسانی که این مبارزه را شروع کردند و برای دگرگونی و بهبود وضع زنان تلاش ورزیدند برگزار می شود. از تاریخ برگزاری اولین روز زن 100 سال می گذرد، اما هنوز هم دلایل زیادی وجود دارد که به عنوان زن و یا مدافع حقوق زنان در این روز از خواستهای اولیه آنان در سراسر جهان به پشتیبانی برخیزیم. با امید دیدار تا برنامه دیگر. با درود به شما عزیزان. شنبه آینده 8 مارس روز جهانی زن است. من این روز رو به همه شما عزیزان تبریک میگم. به همین مناسبت برنامه در کارگاه و وارنان نامه از ساعت 5 برگزار میشه که این مراسم مختص زنان هست. و اما اخبار ایران. محکومیت مریم شفیع‌پور به 7 سال زندان. بنا به گزارش زمانه شعبه 15 دادگاه انقلاب مریم شفیع‌پور را به 7 سال حبس محکوم کرده است. این فعال دانشجویی و عضو ستاد انتخاباتی مهدی کروبی 5 مرداد سال 92 پس از احضار به دادسرای شماره 2 شهید مقدس اوین به زندان منتقل شد و 67 روز در انفرادی به سر برد. فرزانه مرادی اعدام شد. وکیل مدافع فرزانه مرادی از اجرای حکم قصاص نفس موکلش خبر داد. عبدالصمد خرمشاهی در گفتگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت متاسفانه حکم اعدام فرزانه مرادی صبح روز سه‌شنبه اجرای احکام اعدام وکیل محکومون علیه یکی از افرادی است که باید از زمان اجرای حکم مطلع و در مراسم حاضر باشد. خرمشاهی با بیان اینکه متاسفانه علارغم وساطت تعداد زیادی از خیرین، مادران صلح و افراد دیگر اولیای دم موکل رضایت نداد گفت با توجه به درخواست ما موضوع رضایت محقق نشد و حکم موکلم صبح روز سه‌شنبه در آستانه 25 سالگی اجرا شد. افزایش 50% مواد سرطانزا در بنزین تولید داخل به خاطر تحریم‌ها. مشاور رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به اینکه تحریم‌ها اثرهای زیادی بر محیط زیست و سلامت مردم می‌گذارند گفت افزایش 50% مواد سرطانزا در بنزین تولید داخل تنها یکی از اثرات تحریم هاست. مشاور رئیس سازمان محیط زیست با اشاره به تنها یکی از اثرات زیست محیطی ناشی از تحریم ها تصریح کرد. تحریم ها موجب شد که در بنزین که در داخل با عنوان سوخت خودکفا تولید شد، میزان بنزن که یک ماده سرطانزاست و برای افزایش احتراق بنزین بان اضافه می شود و حد مجاز در اتحادیه اروپا تا 5% بنزین است، در بنزین خودکفای داخلی به 50% برسد و شاهد عوامل سوء آن بر مردم و افزایش بیماری های لاعلاج مانند سرطان ها در کشور باشیم. به گزارش ایرنا، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار از محکومیت این روزنامه به 6 ماه توقیف توسط شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران خبر داد و گفت حکم دادگاه روز سه‌شنبه 13 اسفند ماه جاری ابلاغ شد. سعید پورعزیزی عصر سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگار اجتماعی ایرنا افسود دادگاه من را به 91 روز حبس تعزیری نیز محکوم کرده که به مدت 2 سال تعلیق شده است. مدیر مسئول روزنامه توقیف شده بهار گفت ضمن احترام به رأی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به حکم دادگاه برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر اعتراض خواهم کرد. بیانیه سندیکاهای فرانسوی در مورد رضا شهابی. بیانیه سندیکاهای فرانسوی CFDT، CGT، FSU، Solidaire، UNSA مخاطب صادق لاریجانی ریاست قوه قضاییه تهران جمهوری اسلامی ایران پاریس 28 فوریه 2014 ضرورت مبرم انتقال رضا شهابی به بیمارستانی خارج از زندان. رضا شهابی از چندین بیماری رنج می‌برد.
نارسایی کلیوی، فشار خون، درد کمر و پشت و همچنین آرتروز شدید همراه با وخامت وضع 4 مهره پشت. به تازگی وی تحت یک عمل جراحی طولانی و حساسی قرار گرفته است. پس از این عمل جراحی او را دوباره به زندان اوین برمیگردانند. همکنون وضعیت سلامتیش بی اندازه نگران کننده، اضطراری و نیازمند معالجات فوری است. با توجه به وخامت وضعیت شهابی، چنانچه مقامات دولت ایران قادر به تضمین معالجه شهابی در داخل ایران نمی باشند، سازمانهای سندیکایی فرانسوی او را برای معالجه به فرانسه دعوت می کنند. روحانی ایران غنی‌سازی را در چهارچوبی که اعتماد آفرین باشد ادامه می دهد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از سیاست دولتش در مذاکرات اتمی دفاع کرده است و گفته ایران به غنی‌سازی اورانیوم در چهارچوبی که اعتماد آفرین باشد ادامه می دهد. آقای روحانی به توافق ژنو و کاهش برخی تحریم ها و تثبیت حق غنی‌سازی اورانیوم در ایران توسط 6 قدرت جهانی اشاره کرده و گفته حقوق ملت ما محفوظ می ماند و تأکید می کنم که به هیچ عنوان این دولت در هیچ شرایطی از خط قرمزها عبور نخواهد کرد. 12 سال بردگی بهترین فیلم اسکار 2014 شد. به گزارش دویچه وله در 86مین مراسم اسکار 12 سال بردگی به عنوان بهترین فیلم شناخته شد و جایزه اسکار را از آن خود کرد. این شب اما بدون تردید شب جاذبه نیز بود. این فیلم توانست در مجموع 6 جایزه اسکار را به خود اختصاص دهد. دست‌اندرکاران فیلم 12 سال بردگی همگی به روی صحنه می آیند. استیو مک‌کوئین کارگردان فیلم فهرستی از اسامی کسانی که قصد تشکر از آنها را دارد از جیب بیرون می آورد. جایزه اسکار برای بهترین بازیگر اول مرد به متیو مک‌کاناهی رسید. کیت بلانش جایزه اسکار برای بهترین بازیگر اول زن را به دست آورد. جایزه اسکار برای لوپیتا نیونگ به عنوان بهترین بازیگر مکمل زن در فیلم 12 سال بردگی. بحران کریمه، فلاکت آلمانی. شپیگل آنلاین در مقاله‌ای پیرامون بحران اوکراین به نقش آلمان در این بحران پرداخته و نوشته است غرب چشم به راه چه بود؟ پوتین آدم شروری است ولی هیچ رئیس جمهور روسیه از کریمه نمی‌گذرد. صدر اعظم مرکل و وزیر خارجه اشتاین مایا باید این را می دانستند. اگر نقش نوین آلمان در جهان چنین است، همان به که نباشد. فرانک والتر اشتاین مایا به تازگی گفته بود که آلمان بزرگتر از آن است که سیاست جهانی را تنها تفسیر کند. حال منظور وزیر خارجه را در می آبیم. آلمان در رویدادهای کیف نه تنها مفسر که مداخله‌گر نیز بود. آلمان هم در این زمینه پاسخگوست. روزتون بخیر تا برنامه بعد.